گروهی از زنان امروز در شهر کابل تظاهرات کردند و شعار نان، کار و آزادی سر دادند. بر اساس گزارش‌ها طالبان برای متفرق کردن و سرکوب معترضان شلیک هوایی کرده و گفته شده تعدادی از خبرنگاران در جریان اعتراضات هم برای ساعتی بازداشت شدند. همچنان خبری مرتبط با افغانستان. بر اساس گزارش‌ها از ماه اوت گذشته و از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و در جریان تخلیه کابل، دست کم 1450 کودک از افغانستان بدون همراهی والدینشون وارد خاک آمریکا شدند. تعدادی از این کودکان با سرپرست‌های جدید و بستگانشون در آمریکا زندگی می‌کنند، اما تعدادی هم همچنان تحت قیمیت دولت آمریکا هستند. هنوز هم معلوم نیست که این کودکان دوباره می‌تونن به خانواده‌های خودشون برسن یا نه. همکارم تاجالدین سروش اینجا در استودیو با من همراه شده. روزای خوبی نیست برای کودکان و زنان افغانستان. تظاهرات امروز رو بیشتر راجبش صحبت کنیم که دقیقاً خواسته زنانی که بیرون اومده بودن چیه و بعد بپردازیم به وضعیت کودکان داره. خب امروز با توجه به اتفاقی که دیروز در پنجر افتاد، یک غیر نظامی توسط طالبان کشته شد، در واقع دامنه او اعتراض بود که امروز هم کشانده شد و تعداد زیادی از دختران و زنان در خیابان‌های کابل آمدند و دست به اعتراض دادند و علیه طالبان شعار دادند و خواستار یزید شدند که ما حق و حقوق ما نمی‌خواهیم، کار، آزادی و نان یا غذا می‌خواهیم، که در جاده‌های کابل آمدن و امروز با واکنش شدید طالبان مواجه شدند. طالبان فیرهای هوایی کردند و اینا را با خشونت برخورد کردند. تعداد زیادی از اینا میگفتند که ما ترسیدیم و امروز طالبان با ایشان برخورد درستی نکردند و چندین خبرنگار هم بازداشت شدند برای ساعت‌ها. خب این زندگی این روزهای مردم در افغانستان است با توجه به حاکمیتی که طالبان دارند، با توجه به شرایطی را که اونها در افغانستان حاکم ساختند، شرایط زندگی مردم همچنین است. ما اتفاقات دیگری هم در نقاط مختلف افغانستان داریم. گزارش های شکنجه از میرسه به ما که سربازان و افسران ارتش پیشین افغانستان مورد شکنجه و مورد حتی به قتل میرسند توسط طالبان. گزارشش به ما رسیده و میرسه هر روز و با توجه به این اتفاقات، اتفاقی که از آغاز سقوط افغانستان توسط طالبان صورت گرفت در 15 آگست یا حدودی که خود یادآور شدی، میدانیم که 1450 کودک اون زمانی که یک هیولا، یک قیامتی که در فرودگاه کابل برپا شد و هزاران و ده ها هزار نفر همین گونه میرفتند به طرف فرودگاه و هیچ کس نمیدونست که کی کجا میره و این کودک ها در واقع در اون شرایط آمدند به فرودگاه و سوار هواپیما شدند و یا هم خلبان ها و یا همکارانشان اینا را گرفتند داخل هواپیما ساختند بدون از اینکه کسی بدانه که این کودک متعلق به کی است و به کی نیست. همه رفتند به سوار هواپیما شدند و حالا گزارش های منتشر شده که در آمریکا بدون سرپرست هستند و یک تعدادشان با مشکلات روانی و با بیماری های روانی مواجه شدند و یک تعدادشان سرپرست ندارند، خانواده ندارن. حالا دولت آمریکا حیران مانده که با اینا چی کار بکنن، چی برخورد بکنن. مشخص هم نیست که بتونه که خانواده‌شون رو دوباره پیدا کنه. با آینده از اینا چی میشه؟ آیا اینا میتونن که با او جامعه خود وفق بتن و آینده در اونجا درس بخونن، آموزش ببینن یا هم برمیگردن به افغانستان؟ آینده نامعلومی دارن. همونایی که در داخل افغانستان هستن به نوعی تاجالدین درگیر مشکلاتن، هم برخی از اونهایی که از کشور خارج شدن. ممنونم از همکارم تاجالدین سروش. ممنونم از شما. متشکرم همکارم تاجالدین سروش اینجا در استودیو همراه من بود.